در پایان به پایان کارزار شانزه روزه من خشونت علیه زنان بیشتر صحبت میکنیم با بانو شمایل زاره عضو شبکه زنان افغان خانم زاره خیلی ممنون که تشریف آوردین اگر از اینجای کار بپردازیم که امی بحث شعار مبارزه علیه خشونت با زنان و یا جلوگیری از خشونت با زنان چقدر به عمل پیاده شده در سالها؟ تشکر و سلام به شما و سلام به همکاران تکنیکی شما و سلام به همه بینندگان تلویزیون یک تشکر ار هر ما متاسفانه اگر بگیم که خشونت علیه زنان نه تنها که در افغانستان بلکه در سطح جهانی یک پدیده شومی است و به خصوص در افغانستان یکی از مزلات حقوق بشری در افغانستان است و شبکه زنان افغان و نهادهایی که مرتبط به خشونت علیه زنان کار کرده ما گفته نمیتونیم که اینی کاهش پیدا کرده خشونت شما شاهد ازی هستین که متاسفانه یک گزارشی که حقوق بشر نشر کردن نیم سال 8.2% خشونت افزایش یافته یعنی بر علاوه که کم شده باشه کم نشده اما متاسفانه که خشونت افزایش یافته و این دلیلش ای هست که ای اینمی قدر آگاهی که مردم تانیستن پیدا کنن و علیه هزی پدیده شوم اقدام کنند و رفتن ثبت کردن و یک عاملش ای هست که خشونت افزایش پیدا کرده قبلا اگر خشونت ها بود ولی ثبت نمی از امو خاطر در رابطه به پیامد خشونت بازنان اگر بپردازین که از لحاظ آسیب های روانی به خانواده و جامعه واقعا چی پیامد میتونه داشته باشه و ما چطور میتونیم میر عملا بر بیننده ها و مردم افغانستان نشان بتیم که اینی عامل خشونت بازنان بود که پیامد شی بوده؟ دقیقا یک پیامت ناگوار بالای روحی زنان افغانستان داره و همچنان بالای روحی جامعه داره و شبکه زنان افغان در 25 نومبر که 16 روز کمپاین کردن برای علیه محیب خشونت زنان شعار شروع کرده بود که مسئولیت زنان مسئولیت جامعه است که دقیقا اگر زنای افغانستان مسئول باشه و خشونت علیش انجام نشود امکان داره که ما یک جامعه آری از خشونت داشته باشیم ما میتونیم که در خانواده امو خانواده که خشونت نیسته در او خانواده خوشی های فروان وجود داشته باشه که متاسفانه در افغانستان انواع خشونت ها علیه زنان وجود داره نه تنها که علیه زنان بلکه علیه همه جامعه به خصوص زنای افغانستان که آسیب پذیرتر هستن خواست شما و یا دید شما در رابطه با کارکرد حکومت چی است واقعا آنچه که نیاز بوده حکومت به خاطر ترویج من خوشنود با زنان انجام داده و یا نه هنوز خیلی ما رای طولانی داریم که بعد بپیماییم با دقیقاً ما خوشبختانه یک قانون من خشونت علیه زنان داشتیم که با مو دادخواهی های زنان افغانستان او شد تصویب شدن اما ما تا هنوز ندانستیم که قوانینی که خشونت کاهش میدیه ما در اقدام از او تطبیق از او ما عملی داشته باشیم یک عملی که حکومت افغانستان تا که نمی قانون من خشونت علیه زنان به تصویب برسانه یک دستاورد بود اما تطبیق نشودن. در جامعه تا هنوز متاسفانه که ما شما سال شاهد امسال شاهد ازی خشونت ها بودین که ما از قتل و ترور گرفته تا انواع خشونت وجود داشته و در رابطه به پیگرد عاملان خشونت بازنان اگه اشاره داشته باشین که شبکه شما چقدر به این مورد پرداخته که مثلا دادستانی هم چند قبل گزارش منتشر ساخت که بیش از 2500 قضیه را اونا بررسی کرده بودند فکر میکنین که از همین 2500 قضیه با چه قدرش رسیدگی شد و چطور میشه ایرا یک نحو ساخت که به هر قضیه به درست رسیدگی شه و آیا چنین میکانیزمی اصلا وجود دارد؟ تاسفانه که قضایایی که علیه زنان یا خشونت هایی که علیه زنان صورت گرفته قضایایش بسیار به کندی پیش میره شبکه زنان افغان توانسته که دادخواهی های خود داشته باشه همراه لوی سرانوالی و همراه نهادهای های عدلی و قضایی نهادهای مرتبط که به خشونت علیه زنان کار میکنه و از امنیت وزارت دفاع گرفته و امنیت ملی تا همه ایشی دادخواهی های داشته و همه هم همه سیاسیون افغانستان دادخواهی های خود داشته که باید خشونت علیه زنان کاهش پیدا کنه و زنان به عنوان نصفی از پیکر جامعه در تمام پالیسی ساختن تصمیم گیری های کلان ملی باید شریک باشه ای دادخواهی های را که داشتیم ما تانیستیم حتی امروز صدای زنای افغانستان کم اینی بالاتر شده اما مشکل در اینجا هست که هر کسی که میریم امرایش گپ میزنیم وعدی خورمیدی و صد به صد وعده میکنه که ما در ارگان های دولتی ما کوشیش میکنیم که زنها را بهش سهم زیادتر بدیم و خشونت در اونجا نشوه و اما تا هنوز آن چیزی که زنای افغانستان انتظار داشت تا هنوز ما نتونستیم که در امو جایگاه باشیم اگر در اخیر یک جنبندی کلی داشته باشیم که یکی بحث خشونت با زنان است که از سوی عوامل مختلف صورت میگیره از سوی زنان با زنان خانواده و دیگه موارد چطور میشه که رفتارهای اجتماعی را به گونه ساخت که از ابراز می خشونت و از وقوع می جلوگیری کنه آیا چنین برنامه هست که مثلا ما به اجتماع یک دیده بتیم که شما باید برخلاف حداقل آن چی که مثلا آموزه های دینی است روش های اجتماعی است برخورد صورت نگیره تا یه واقعی اتفاق نفته تشکر ما امروز در برنامه خو از وزارت حج و اوقاف هم با کسی نماینده حج و داشتیم و از تمام ارگان هایی که علیه خشونت علیه زنان کار میکنه یا مربوط میشه بر او و ما هم تصمیم ما امی است که ما بتانیم که امرای این نهادها یک تفاهم نامه را امضا کنیم که بتوانند در مساجد و جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هست بتانیم که از طریق مس و از طریق تگیاگاه ها ما آگاهی دهی شروع کنیم و یک چیزی که میتونه که مردم افغانستان یا زنای افغانستان باورمند متوانمند بسازه ای است که زنای افغانستان تا که در قدرت سیاسی یا قدرت اقتصادی نرسیده این خشونت متسمانه کاهش پیدا نمیکنه و یک تنها راهکارش که است که میتونیم ما از طریق مکاتیب یک مضمونی برای خشونت علیه زنان یا خشونت علیه بشریت تدریس کنن و تا بتونن که ای در ذهن مردم نهادی و هرگز قادر به خوشنط علیه زنان در آینده نشوه یک راهکار ای هست و یک راهکار دیگر میتونیم ما از طریق مساجی از طریق تکیاگاه ها میتونیم که این کمپاین شروع کنیم و یک چیزی که ما میخواهیم از زمین دوربین شما تشکری کنیم از رسانه های محترم امروز واقعا صدای ملت صدای زنای افغانستان رسانه ها بوده ما میتونیم که از طریق رسانه ها کمپاین داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم در مورد خوشنط علیه زنان که زن به عنوان یک انسان است باید به با مو احترام و کرامت انسانی بر او نگاه داشت نگاه شود بسیار تشکر خانم زاره که تشریف آورده